از آنها می‌خواهیم از جابجایی اجباری ساکنان بی‌دفاع اشرف نیز جلوگیری کنند، زیرا که این هم در مسئولیت و هم در توان دولت آمریکاست. باید تأکید کنم که به خصوص بعد از سفر مالکی به آمریکا، هر جنایتی که دولت عراق در حق ساکنان اشرف به عمل آورد، آمریکا به طور مضاعف در آن سهیم خواهد بود. بله، بله، آمریکا مسئولیت دارد، زیرا بحران کنونی اشرف محصول بلافصل جنگ آمریکا در عراق است. آمریکا مسئولیت دارد، زیرا با تک تک ساکنان اشرف برای تأمین حفاظتشان قرارداد امضا کرده است و ما امروز شاهدی از اشرف، از اعضای ارتش آمریکا، از فرماندهان ارتش آمریکا اینجا داریم که برای شما توضیح خواهد داد. آمریکا مسئولیت دارد، زیرا حفاظت اشرف را به دولتی سپرد که دشمنی آن با ساکنان اشرف روشن بود. آمریکا مسئولیت دارد، زیرا سند مصوب ملل متحد درباره آرتوپی را امضا کرده و باید برای ممانعت از جنایت علیه بشریت در اشرف دخالت کند. آمریکا مسئولیت دارد، زیرا در شکل گیری دولت کنونی عراق سهم عمده‌ای دارد. و آمریکا مسئولیت دارد، زیرا از نظر اخلاقی و انسانی نباید در برابر یک جنایت قابل پیشگیری دست روی دست بگذارد. و سرانجام باید یادآوری کنم که اگر آمریکا باز هم به مسئولیت قانونی اخلاقی خود عمل نکند، این مطلوب ترین امتیاز برای ملاهاست. این چیزی است که بیشک مردم آمریکا در انتخابات آینده از آن نخواهند گذشت. حفظ جان ساکنان اشرف امر روشنی است. حق آنها برای حیات چیزی نیست که بتوان آن را بغرنج و نشدنی جلوه داد. همچنان که در جلسه اخیر شورای امنیت نماینده ویژه دبیرکل تاکید کرد، جان ساکنان اشرف باید حفاظت شود. ارجابی های بیپایه، کهنه و کوته بینانه کارشناسان وزارت خارجه را که مطلوب فاشیسم مذهبی است، باید وزارت خارجه دور بیاندازد. بیعملی در مقابل اراده شما خودها و وابستگان عراقی آنها را باید کنار بگذارند. آنها به بهانه حق به حاکمیت عراق میخواهند حق ارتکاب جنایت علیه بشریت را برای خود به کرسی بنشانند. در مقابل خواستانها تسلیم نشوید. در ریختن خون فرزندان مردم ایران خود را سهیم نکنید و به تعهدات خود، به قوانین بین المللی و اصل مسئولیت حفاظت یعنی آرتوپی عمل کنید. این ضروری است، این لازم است و این در توان شماست. دوستان عزیز، در روز جهانی حقوق بشر، در حالی که رنج‌های طولانی
مردم سرکوب شده در زندان‌ها و سراسر جامعه ایران ادامه دارد، ایمان داریم که مقاومت و پایداری مردم ایران دیو اختناق را مقهور خود خواهد کرد. فرشته ببند کشیده شده آزادی رها خواهد شد و حقوق بشر خیانت شده ایران احیا می شود. سخنانم را با درودهای بیپایان به ایرانیان شجاعی به پایان می برم که ماهاست در ژنو و در واشنگتن برای دفاع از اشرف در حال تحسنند. آنها ماهاست که در حال تحسنند و یا در سراسر جهان در این کارزار شب و روز نمی‌شناسند. آنها شب و روز نمی‌شناسند و هر آنچه که در توان دارند انجام می‌دهند. با آنها سخنان رهبر مقاومت مسعود رجوی را یادآوری می‌کنم که گفت: شما شعله‌های شرف و مقاومت یک خلق در زنجیر را نمایندگی می‌کنید. و چنان که او گفت: نیروی وجدان و مقاومت ملت ما سرانجام پیروز می شود. از همه شما متشکرم.